آفرین، بشین میرم، بشین. آفرین دختر خوب. عمو نیما رو ببین. عمو نیما. چش. آشنا بشین با هم دیگه. گوش بده. وقتشه عزیزم، وقتشه. عیدتون مبارک، حالتون خوب. آفرین اومد دیگه. تفتانه. ما دوستت داریم ولی دوباره نری زن و شوهری بیاری معرفی کنی، مادر شوهره بیاد یه شهر درست کنه. دارن خوشحالی اومد کن، ناراحت نشی، ولی تو خیلی کوتوله‌ای. گفتم عروسیه، همه عروسی دارن، بزن به کوب دارن، خوشحالی دارن، وقتشه هم نخواست. توی این قسمت از برنامه وقتشه از شبکه نسیم شاهد ابراز علاقه یک زوج جوان و مراحل آشناییشون در مقابل دوربین بودیم. بفرمایید قربان به همراه همسرتون. آها، از تشویقی که اونا میکنن. وای چه صحنه شادی. محمود رضا قدیریان و همسرش. کیه این؟ و همسرش، اسم همسرش اسم نداره. خیلی خیلی زیاد تبریک میگم. کلی هم سوال دارم ازتون. ابتدا به امر، این که کی همدیگه رو دیدین؟ اولی ما. شما بگید. من سر یه تئاتری بودم، البته خب خیلی قبلنا، یعنی چند سال پیش، چون من دستیار لباس بودم پشت صحنه، با هم یه کاری کردیم. آفرین، چی کار کردی؟ چی کار کردین پشت صحنه با هم؟ زبونم لال. دستیار لباس بوده، با هم یه کاری کردم. درود بر شما. اما که اسمشو نمیگی. خب این مثلا میگه اولین بار کی هم دیگر دیم. به طور مثال مثلا یکی با همسرش بیاد اینجا، بعد خب اولین بار چه میدونم توی خیابون به همدیگه چشمک زدم، بعد اگه اینو بگه پخشش میکنن؟ خب پخش نمیکنه دیگه. مثلا میگم اولین بار توی روضه حضرت رقیه ایشونو دیدم، پخش میکنن. تا اینکه من سر یه تئاتری بودم که ساعت 8:30 اجرا میرفتم، بعد دیگه دیر وقت میرسیدم خونه. همینجوری که داشتم میومدم خونه، یهو محمود رضا رو تو کوچه‌مون دیدم. با اومدم راحت شدم، ولی گفتم نه، زشته، دارم یه سلام کنم، دعوتشون کنم بیان تئاترمون رو ببینن. اومدم دعوتشون کنم، بعد هی گفتم خوبه. عبارتی لاس زدین، اینو میخوای بگی؟ راحت بگو حرفت عزیزم، راحت باش. یادتونه با هم کار میکردیم، به من کله پاچه دادی، صبح زود رفتیم کله پاچه خوردیم. بعد ترسیده بود، گفتش که خانم دوربین مخفیه؟ گفتم نه، منم فرشته، همون دختر کوچولویی که سر کار. گفت شما که هنوز کوچیکید اونجا. دیگه بزرگ شدی. آخه چه لوس. بعد هیچی دیگه، دعوتشون کردم بیان تئاترمون رو ببینن. اومدن تئاتر رو دیدن؟ بله. آقا پدرو چه؟ حالا چیکار داری؟ جلسه دومی که همدیگه رو دیدیم فردای همون تئاتر بود، توی یکی از خیابونا در واقع من ایشون رو دیدم. چقدر هم دیگر میدیدن، اینه تصادفی بود. بقید هم همش تو خیابونم بوده. اول شب شب بوده. تو جاهای دقیقا غیره. این خانم هم داشته را میرفت، اونم سوار ماشین بوده. آقا کی گفتین؟ ازدواج کی مطرح کردین؟ آها. کی همسر هم دیگه بشیم؟ با هم دیگه پیر بشیم، با هم زندگی بکنیم. این ریزکاری میخواد بدونه. همینجوری گفت میخواد بدونه از کی شما شروع کردین با هم معاشرت داشتن، از کی برنامه داشتی؟ یعنی با هم دوستم نبودن؟ خیلی نمیگن اینا رو که ناکی نمیتونم بگن. اصلا باورم نمیشد. خب خیلی ما فقط به عنوان همکار بودیم، یعنی خب دعوت میشدیم، یهو دیدم مامانش برام انگشتر آورد. اصلا باورم نمیشه. شما جیغ زدی؟ خجالت کشیدی؟ گریم گره. گریتون گره. اینا از مرحله با هم کار کردن یه دفعه رفتن روی با من ازدواج بکنی؟ خود چیز دیگه، مادرش اومده بود. بعد از خودش هم جرأت نداشت. بعد تو حساب کن مثلا جریان اینجوری بوده. اینا با هم همکار بودن. خب بعد دوباره بیشتر همدیگه رو ندیدن. اون دستیار لباس یه دفعه کله پاچه خوردن، تو تقاطع انجام دادن، یه کله پاچه خوردن، بعدش مادرش اومده انگشت داده، این گریه کرده، قبول کرده. یه قطعه یا یک شعر یا هر چیزی که دوست داری برای همسرت بخون. جان
مهدی بخون، یه چیزی برای من بخون. صدای تو را وقتی شنیدم آفتابی شدم، مهتابی شدم، تیکه 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 گشتم. باشه بابا. ای همسر زیبا، فکر کنم همینجوری باید که هستی با ما، بیا در کنارم تا شبی انارم. این شبی که میگن شب نیست عاشقم، اگه شبه مثل امشب نیست، هیچ شبی مثل امشب نیست. اگه تو تونستی دوباره اینو بزنی خب عشق تو بهش نشون بده همینجا. اینقدر این چیزها رو تابو کردیم تو ایران متاسفانه که اصلا رومون نمیشه همین چیزها رو بگیم. ای جانم چشم دستتو بده من عزیزم. یعنی از این کارا میشه؟ تو برنامه زنده میتونن دست هم دیگر بگیرن؟ الان منقلب میشن همه تو تلویزیون؟ خاک بسترم گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر برکف کنم آن دل کجا برم؟ الهی قربونت برم. آخرش هم گفت الهی قربونت برم عزیزم. خیلی صحنه های قشنگه. آره عشق و مهربونی رو یاد مردم دادم. من خودم رو میگم مثلا تو محیط خونه همیشه دعوای پدر مادرها رو میدیدیم، جر و بحثاشون رو میدیدیم، ولی هیچ وقت آشتی کنون هاشون رو نمیدیدیم. یعنی مثلا جلوی آره جلوی مثلا ما تو مثلا چه میدونم تو آشپزخونه سر یه مسئله با هم دیگه اختلاف پیدا میکردن، با هم دیگه مثلا چه میدونم نه اینجوری نبوده، حالا صداشون بالا پایین میرفت، آشتی کردنشون و بوس کردنشون توی اتاق خواب بود یا دور از چشم ما بود. یعنی مثلا این فضای تنش رو به ما یاد میدادن، ولی فضایی که عشق و محبت باشه رو به ما هیچ وقت یاد ندادن. اون فضای استرس رو به ما میدادن، ولی اون به قول تو اون عشق و محبت چیزی که باید آره تو زندگی به دردمون میخورد رو به اون یاد ندادن.